توی ویدئوی قبلی یه معرفی از فیلم و فضا و بازیگرهای فیلم راهبه دو داشتیم. اگه ندیدینش لینکش این بالا هست. توی دیسکریپشن هم هست، توی پلی‌لیست هم هست، همه جا هست. خلاصه برو ببینش. اگه هم دیدیش، الان که کیفیت خوب فیلم راهبه منتشر شده، بریم تا یه مرور روی نظر منتقدین داشته باشیم و یه کمی فضای فیلمو بررسی کنیم. سلام، من امیر عباسم، به فیلمولوژی خوش اومدید. اگه به محتوای فیلم و سریال علاقه داری، چنل رو ساب کن، دکمه ناتیفو بزن که بریم برای ادامه ویدیو بدون هیچ حرف اضافه ای. این فیلم به عنوان دنباله راهبه 2018 و به عنوان قسمت نهم از فرانچایز دنیای سینمای احضار یا همون کانجرینگ ادامه پیدا میکنه. جیمز وان و پیتر سفرن تهیه کننده های این پروژه‌اند. راهبه 2 توسط برادران وارنر توی 8 سپتامبر 2023 توی آمریکا اکران میشه. این فیلم 231 میلیون دلار توی سرتاسر جهان میفروشه و نقدهای متفاوتی از منتقدین میگیره. ولی مثل اینکه به طور کلی از نسخه قبلی خودش بهتره. 6 از 10 آی ام دی بی، 46 از 100 راتن تومتوز و 47 از 100 متاکریتیک نمرات راهبه 2 ان. نمرات متوسط گاهن رو به بالا و گاهن رو به پایینی رو میبینیم. از 24 منتقدی که به فیلم سینمایی راهبه 2 رای دادن، 5 رای مثبت، 7 رای منفی و 12 رای متوسط نشون از اینه که از نظر منتقدین این فیلم یک فیلم متوسط و حتی متوسط رو به پایینه. سامانتا کولی نمره 83. اون گفته فیلم سینمایی راهبه 2 با فیلم نامه خوب، شخصیت پردازی بجا و صحنه های ترسناک رضایت بخشه. یه اسپیناف موفقه که فضای فیلم های اصلی رو برای مخاطب تداعی میکنه. بن تراویس با نمره 60 گفته این اثر فیلمی متوسط توی دنیای احصاری که قرار نیست چیزی رو به اون اضافه کنه یا توی تاریخش تغییر بده. فیلم دارای لحظات ترسناک و مبتکرانه است و همچنین داستان آکرا کوپر خلاقانه و جالبه. کیتی والش با نمره 50 گفته دستیابی به معنا توی راهبه دوم به اندازه سرگردانی توی یک سالن قدیمی تاریک و غبارآلود پر از اساسه. چیزهایی رو کشف میکنید که توی شب ممکنه شما رو بترسونه، اما چیزی جز بدبختی و تاریکی نمیبینید. این نظر خیلی نزدیک به همون تفاوت پوستر قسمت 2 که برخلاف قسمت 1 کلاً سیاه و تاریکه. نیکی بان با نمره 30 گفته اگرچه منطق نباید اولویت فیلم دنان دو باشه، اما چیز بیشتری توش وجود نداره و صرفاً سعی میکنه با جامپ اسکرها و موسیقی وحشتناک مخاطب رو تحت تاثیر قرار بده. رایان گیلبی با نمره 20 اون گفته اگرچه فیلم راهبه 2 اون روتین فیلم های دیگر نداره، اما بیشباهت به فیلم های دیگه دنیای احضار نیست. اگرچه کلمه دنیا برای این فرانچایز فیلمی که چیزی جز گیشه براش مهم نیست کلمه بزرگیه. خود مایکل چاوز کارگردان دنان 2 یا راهبه 2 میگه راهبه 2 خشن‌ترین فیلم مجموعه احضاره. اون توی گفتگو با مجله SFX گفته فکر میکنم که توی این قسمت تاریک‌تر از قسمت قبل میشه. حتی بیننده‌ها توی زمان تماشای این فیلم هم همین نظر رو داشتن. این فیلم قطعاً خوشنمایتامیستر از چیزیه که از فیلم‌های دنیای کانجرینگ انتظار داشتن. همیشه تعادل ظریفی برقراره. بی‌تردید با اثری ترسناک طرف هستیم که حس ترس رو کاملاً منتقل میکنه. به همون اندازه که توجه بیننده‌ها به ژانر وحشت بیشتر شده، تمایل به صحنه‌های خشن هم بیشتر شده. بنابراین مؤلفه‌های خوشنمایتامیزی توی این فیلم وجود داره. کارگردان راهبه 2 توی ادامه مصاحبهش میگه یک دیالوگ در فیلم وجود داره که میگه شیاطین از بین نمیرن. من این ایده رو دوست دارم که والاک همیشه به اشکال مختلفی ظاهر میشه. به نظرم داستان‌های بیشتری از راهبه شیطانی برای روایت وجود داره. در کل اگه بخوایم فضای فیلمو بررسی کنیم، از نظر جلوه‌های بصری خیلی خوب عمل کرده. اما فیلم منسجم و متمرکز نیست. یه سری داستانک‌ها و پیش‌زمینه‌ها برای شخصیت‌های مختلف فیلم داره که خب به جا نیستن و تمرکز رو از روی داستان اصلی دور می‌کنه. اگه صرفاً ترس براتون مهمه و می‌خواید یه فیلم بترسوننتون، این فیلم شاید فیلم خوبی براتون باشه. اما اگه دنبال یه چیز متفاوت توی ژانر ترسناکین، این فیلم فیلمی نیست که حرفی برای زدن داشته باشه. فکر نمی‌کنم بتونه راضیتون کنه. اما در نهایت انتخاب با شما. امیدوارم از این فیلم لذت ببرید. لایک و کامنت یادتون نره و تو ویدئوهای بعدی بهتون.